خب خدمت عرض کنم که خوشحالم میبینم تون بچه ادامه بحث جلسه قبل رو میخوام تون بگیم در مورد جمعیت میانگین که این بحث بچه یه بحث بسیار جالب هست و بچه توی اون یه مدر مشکل دارن و من میخوام که این رو براتون کامل توضیح بدم. معمولا بچه ها همیشه از این بحث یک سوال توی کنکور میاد و خیلی خیلی جالبه که شما بتونید با این روش آشنا بشید. خب به خدمت عرض کنم که قبل از اینکه من شروع کنم الان یه تعدادی از بچه ها اومدن ولی میخوام 2-3 دقیقه چون الان ساعت 3:01 است. دیگه 2 دقیقه بچه ها اگر سوالی هست موردی هست بگین خواهش میکنم تا من توضیح بدم. اگر سوالی ندارین شروع کنیم به خاطر که میخوام که بچه ها همگی باشن چون این بحث طوریه که باید حتما از ابتدا باشن همه بچه ها و بعد بر اساس اون چیکار کنیم بحث رو شروع کنیم. جلسه قبل بچه ها من در مورد واحد جرم اتمی AME براتون صحبت کردم، همچنین در مورد خدمت باش کنم که مفاهیم مثل بچه ها خدمت باشم ایزوتوپ ها و همچنین امواج الکترومغناطیس و نکات اینجوری. خب این قسمت که امروز میخوام بگم بیشتر محاسبات هست، بایستی دقت نظر داشته باشین. حتما لطفا یک کاغذ کنارتون باشه و خودکارم حتما هست. مطالبی که میگم رو شما لطفا یادداشت کنین و مسائل رو بنویسین. نمیدونم جزوه دارین یا نه، اگه جزوه داشته باشین که خب خیلی بهتر است، اگه جزوه ندارین بچه حتما خدمت روش کنیم یه برگه داشته باشین و مواردی که میگم رو یادداشت کنین تا بتونین درس امروز رو کامل کامل یاد بگیرین. خب من فکر میکنم که شروع کنیم بچه ها و بریم برای بحث اول. خب خدمت روش کنم که جرم اتمی میانگین خب میبینم که اینجا رو یکم سر سامون دادین. بریم از را بچه های بندیمونه دستشون درد نکنه. خب خدمت آز کنم که حالا بیدیم بچه منظور جرم اتمی میانگین چیه؟ میخوام چند تا سوال بپرسم همه آماده این جواب بدیم بچه. خب دقت کنم. خب من میگم که کلور 37 بچه ها بگین جرم اتم کلور 37 چند AMUه؟ طبیه بچه جرم اتم کلور 37 چند AMUه؟ مرسی معصومه، آفرین فاطمه اصل، آریه آفرین، بسیار عالی. این الان چقدر بچه ها؟ 37 AMU. یعنی 37 AMU. خب من میشون میگم بچه ها کلور 35 لفتن میگه جرم اتم کلور 35 چقدر؟ 35 AMU. پس الان این 35 AMU. یه پوینت اضافی داره اینجا علی رو عمل کنه. خب جان نه دیدین یک نماد اضافی میاره این اضافی یعنی این نماد اینجا باشه. میبینین اینا آره اینو الان درست الان درست الان درست مرسی. خب بچه سوال بعدی خب کلور 37 AMU کلور 35 AMU. حالا بگی بچه جرم هر اتم کلور چند AMU؟ لطفا جرم هر اتم کلور چند AMU؟ سلام نرگس خوش اومدیم. جرم هر اتم کلور چند AMU؟ خب الان من مشخص نکردم کدوم کلور و شما نمیتونید جواب بدید. ببینید بچه‌ها در واقع این مفهومی که من امروز میخوام بهتون بگم، اگه من بگم کلور 37 خب میگم 37 میو، اگه بگم کلور 35 میگم 35 میو، وقتی میگم کلور مشخص نمیکنم کدوم کلور، خب باید چیکار کنیم بچه‌ها؟ ما باید یه میانگین بگیریم، یه میانگینی از جرم این دوتا با هم میشه میانگین این بچه‌ها. مثل چی میمونه؟ الان من به شما میگم. فرض کنید که ما الان برای کلاس خودمون بچه‌ها همین کلاسی که الان آنلاین داریم یه آزمون گرفتیم. خب آزمونی که برگزار کردیم مثلا فرض کنید 30 نفر از بچه‌ها سر کلاس بودن و آزمون برگزار شده. خب حالا که برگزار شده درصد بچه‌ها تو آزمون مشخص شده، حالا من یکی یکی میگم. خوب دقت کنید، من میگم که آره روش صحبت میکنیم معصوم جان، من میخوام اول مفهومش رو درک کنید. من به شما میگم که نمره معصومه چقدره؟ خب میگیم چقدره. میگیم نمره مثلا ریحانه چقدره؟ میگیم بچه‌ها. میگیم نمره امیرحسین چقدره؟ میگیم. ببینیم وقتی اسم دانش آموز میگیم خب نمرهشو دقیقاً میگیم نمره همونه. حالا سوال همه جواب بدید بچه‌ها، اگه بگم نمره شیمی کلاس چقدره چیکار میکنید شما؟ جواب بدین لطفا. اگر شما مرسم نمره شیمی کلاس چقدر چی می؟ میانگین میگیرین دیگه. اون میانگین نماینده کل بچه، اون میانگین به کل در واقع چیکار میکنه؟ نسبت داده میشه. اون میانگین مال کله دیگه، مال یه فرد خاص نیست، اون میانگین کلاس هست بچه.
خب ببینید وقتی من میگم کلر 37 کلر 37 وقتی میگم کلر 35 کلر 35 ولی وقتی میگم کلر خب مشخص نکردم پس باید میانگین از این دو تا بگیرم پس لطفاً این یاد بگیرید اگر مشخص نکردن کدوم کلر اگر مشخص نکردن کدوم ایزوتوپ حتما باید از جرم اتمی میانگین استفاده کنیم نه چی اول بچه‌ها در تمام محاسبات شیمی از این بعد وقتی میگن جرم اکسیژن جرم نیتروژن جرم کربن جرم کلسیم جرم کلر هر کدوم میگن بچه‌ها منظور جرم اتمی میانگینه چون هر عنصری مجموعه از چند تعداد ایزوتوپه پس بچه‌ها جرم یک اتم منظور همون چی خواهد بود بچه‌ها جرم اتمی میانگینه پس توجه کنید از این بعد جرم یک اتم منظور همون چی خواهد بود بچه‌ها جرم اتمی میانگین پس ما با جرم اتمی میانگین به دست بیاریم که خب با توجه به اون به دست میاد خب حالا یه سوال بچه‌ها لطفا توجه کنید خب ما میتونیم بگیم که خب این 35 اینم 37 پس این میشه 36 بچه‌ها میتونیم بگیم یکی 35 یکی 37 پس 36 دیگه آره یا نه بله یا نه اوکی سری بچه‌ها فقط بگیم بله یا نه آفرین خب چرا نه میانگین 35 و 36 که میشه میانگین 35 و 37 که میشه 36 چرا نه آفرین سمانه آفرین هانیه بله آفرین هانیه آفرین معصومه و فاطمه بله فراوانشون با فرق میکنه حتما باید به فراوانش توجه کنی پس این اشتباس این الان اشتباس این اشتباس و باید پاکش کنی بچه‌ها این اشتباس و باید پاکش کنی پس ما باید به درصد فراوانی اینا توجه کنیم بچه‌ها که اینا چقدر هستن خب با توجه به که بچه‌ها ما به درصد فراوانی توجه بکنیم پس میام چیکار میکنیم میام اینطوری میگیم خب میگیم درصد فراوانی این چقدره درصد فراوانی این چقدر بچه‌ها درصد فراوانی بچه‌ها 25 درصده درصد فراوانی این 75 درصده یعنی چی بچه‌ها یعنی از هر 100 تا 25 تا 37 و 75 تا 35 ما با توجه به درصد فراوانی با جرم اتمی میانگین بگیریم پس نکته بعدی بچه‌ها جرم اتمی میانگین با توجه به درصد فراوانی اندازه‌گیری میشه اینو خودتونم میدونستین و من فقط میخواستم توضیح بدم خب حالا سوال اینجاست چطوری اینو به دست بیاریم از نظر ریاضی خب خیلی ساده است ما میگیم 25 تا 37 داریم 75 تا 35 داریم پس باید 25 تا 37 رو بذاریم 75 تا 35 رو تقسیم بر 100 این روش معمول و متداول بچه‌ها یعنی میتونیم بگیم که جرم اتم میانگین جرم اتمی میانگین کلر برابر میشه خوب دقت کنید 25 تا 37 داریم پس میشیم 25 تا 37 AMU داریم به اضافه 75 تا 35 داریم 75 تا 35 AMU داریم تقسیم بر 100 این جوابش میشه 35 و نیم میشه AMU پس بچه‌ها عملا جرم اتمی میانگین چقدر میشه 35 نیم AMU یعنی چی 35 نیم AMU بچه‌ها چی هست یعنی جرم اتمی میانگین کلر بچه‌ها و همین خاطر توی محاسبات تو بچه‌ها ما میگیم این جرم اتمی میانگین کلره نه چه جالب گوش بدید بچه‌ها ادامش گوش بدید خب پس من نگاه کنیم بچه‌ها میتونم اینطوری بگم میگم کلر دقت کنید جرم اتمی میانگین کلر میشه چقدر 35 نیم AMU خب پس بچه ها جرم مولی اون چقدر خواهد بود بچه ها میشه 35.5 گرم بر مول جلسه قبلتون گفتم بچه ها شما دقت کردید تو محاسبات استوکیومتری در سال 10 و 11 و توی 12 اگه بچه های فارغ التحصیل داریم همیشه کلر 35.5 میگرفتیم و در محاسبات جرم وقتی میخواستیم جرم اتمی حساب کنیم گفتیم کلر 35.5 میگرفتیم و این 35.5 از کجا میمده؟ این 35.5 جرم اتمی میانگین کلره حالا جالبه برای اکسیژن برای نیتروژن برای کربن برای کلسیم برای پتاسیم برای همه عناصر جرم اتمی میانگین استفاده میکنیم پس لطفا یاد بگیرید جرم اتم جرم مولی هر ماده جرم اتمی میانگین همون ماده است این نکته بعدی که میخوام اینجا براتون یادداشت کنم جرم مولی یک ماده جرم اتمی میانگین حالا اینجا ماده رو عنصر بذارم بچه‌ها. البته نه ماده اشتباه باشه ولی بهتر بگم عنصر. جرم مولی یک عنصر میشه جرم اتمی میانگین اون همین. این خیلی تو تستا و تو سوالا باش مطرح میشه و شما باید یاد بگیرید بچه‌ها. تا اینجا فهمیدین؟ سایز قلم بزرگتر کنم باشه. سایز قلم بزرگتر. خب نه یعنی چیه این سایزش اینجوری بزرگه ولی عملا اینجا چی میشه نگاه کن چقدر مینویسه اونجا قیافه چه دونجور نشون میده ولی عملا اینجا مینویسه
آره خب بچه ها خدمت روش کنم که الان بهتر شد. خب مرسی مرسی بچه. خب حالا گوش بدید، پس ما با این مسئله آشنا شدیم که جرم اتومی میانگین، بچه ها دقت شین، جرم اتومی میانگین، جرم مولی هر عنصر میشه جرم اتومی میانگین اون. خب حالا توجه کنید بچه ها، حالا توجه کنید، این روشی که به دست آوردم، جرم اتومی میانگین رو به دست آوردم، یعنی به همین روشی که الان جرم اتومی میانگین به دست آوردم، این خیلی خیلی وقتمون رو میگیره. اگه ما بخوام از این روش بریم خیلی خیلی وقت گیره و ما به سختی میتونیم به جرم اتومی میانگین برسیم. به همین خاطر میخوام بهتون میگم که چطوری جرم اتومی میانگین بگیریم. من قبلش بچه‌ها اینو توضیح بدم به شما. خب خب دقت کنیم بچه‌ها. خب جرم اتومی میانگین بچه‌ها با توجه به اینکه اغلب عناصر داره ایزوتوپ هستن، با توجه به درصد فراموش، ما جرم اتومی میانگین بگیم. خب جرم اتومی میانگین کلر میشه 35 تا، یعنی 75 درصد از این داریم، 25 درصد از این داریم بچه‌ها. این مثل همونی که بگیم 75 تا 35 به ضرب 25 تا 37 تقسیم بر 100 که میشه چقدر بچه‌ها؟ میشه 35.5 ام. این میشه جرم اتومی چی بچه‌ها؟ میشه جرم اتومی میانگین که اینجا براتون چیکار کردم؟ پیدا کردم. خب ولی این روش بچه‌ها روش خیلی وقت‌گیریه، میخوام از یک روش دیگه بریم. میخوام با دقت تمام گوش بدین همتون بچه‌ها، با دقت تمام جواب بدین تا این قسمت رو یاد بگیرین، و اگر روش یاد بگیرین دیگه شما تا آخر هیچ مشکلی نخواهید داشت. یادتون باشه یک سال کنکور همینا. خب دقت کنید بچه‌ها. خب فرض کنید عنصر X، فرض کنید عنصر X دو تا ایزوتوپ داره، یکیش 24 یکیش 25. خب دقت کنید درصد فراوانی این بچه ها فرض کنید که 84 درصد باشه و درصد فراوانی این بچه ها 16 درصد باشه. میدونین جمع درصد ها همیشه چقدر؟ 100. جمع درصد فراوانی ایزوتوپ های یک عنصر همیشه 100 بچه ها، یعنی 84 و 16 میشه 100 درصد. این 24 این 25. خب دقت کنید، من میشم میگم ایزوتوپ سبک، من میگم بچه ها لطفا جواب بدید، وقتی میگم ایزوتوپ سبک منظور کدومه بچه ها؟ باید بگین 24. وقتی میگم ایزوتوپ سنگین بگین 25 بچه ها، لطفا جواب بدین ایزوتوپ سبک چیه؟ 24. ایزوتوپ سنگین چیه؟ 25. مرسی که پر انرژی هستین. خب اینم که درصد فراوانیشون. خب حالا لطفا جواب بدین، به نظر شما جرم اتومی میانگین بچه ها عددی بین چند و چند خواهد بود؟ ممکنه جرم اتومی میانگین از 24 کمتر باشه؟ نه. ممکنه از 25 بیشتر باشه؟ نه. لطفا بگین جرم اتومی میانگین بین چند و چند؟ آفرین، بین 24 و 25. خب به 24 نزدیکتر یا به 25؟ به 24 نزدیکتر یا به 25؟ به 24. چرا به 24 نزدیکتره؟ چرا به 24 نزدیکتره؟ چون فراوانیش بیشتره. آفرین. پس بیام اینطوری بگیم بچه‌ها، ما میگیم جرم اتومی میانگین بچه‌ها اینجا قرار میگیره. خب این جرم اتومی میانگین بچه‌ها، این جام که نوشتم میشه جرم اتمی میانگین. پس شما جرم اتمی میانگین رو وسط بگیریم، بین سبک‌ترین و سنگین‌ترین، بین 24 و 25 بچه‌ها، و به کدوم نزدیک‌تر؟ به 24 نزدیک‌تر. قبول بچه‌ها؟ تا اینجا من براتون گفتم به چه صورتی. خب لطفاً گوش بدین فاطمه جان، فقط گوش بدین سر تا وقتی نگفتم نباید ادامه بدین. خب دقت کنیم. خب حالا جرم اتومی میانگین بچه‌ها این وسط خواهد بود. خب پس توجه کنید، من می‌خوام اینو یاد بگیرین، باید بگیم بچه‌ها پس اگه من می‌خوام به جرم اتومی میانگین برسم که این وسطه، پس اگه من می‌خوام از جرم به جرم اتومی میانگین برسم بچه‌ها، باید به 24 یه چیزی اضافه کنم تا بشه جرم اتومی میانگین، چون جرم اتومی میانگین از 24 بیشتره. پس بچه‌ها تو ذهنتون اینطور باشه، باید بگین به 24 که ایزوتوپ سبک‌تر یه چیزی اضافه کنیم تا به جرم اتومی میانگین برسیم. خب حالا نکته جالب بچه‌ها، میدونین باید به ایزوتوپ سبک‌تر چی رو اضافه کنین تا به جرم اتومی میانگین برسین؟ خیلی ساده است، لطفاً توجه کنین، نگاه کنین بچه‌ها، جرم اتمی میانگین، جرم اتمی میانگین میشه ایزوتوپ سبک، یعنی 24 به اضافه درصد فراوانی سنگینه، یعنی 16 صدم، میشه 24 به اضافه 16 صدم میشه 24 ممیز 16. نگاه کن بچه‌ها، وقتی شما جرم اتمی میانگین حساب کنین، به جرم ایزوتوپ سبک میان درصد فراوانی سنگینه رو اضافه میکنین، پس جرم دبت جرم اتمی میانگینش میشه 24 ممیز 16. همین متشکرم بچه‌ها. چه شد؟ لطفا نگاه کن اینجا یاد بگیرین. خب ببینید شما باید اینو یاد بگیرین، بگین که جرم اتمی میانگین بین 24 و 25، پس ما باید چیکار کنیم؟ به جرم ایزوتوپ سبک درصد فراوانی سنگینه رو اضافه کنیم، پس میشه چقدر؟ میشه 24 ممیز 16 براتون گفتم. تا اینجا همه فهمیده چه اتفاق افتاد بچه‌ها؟ لطفا بگین. خب حالا بهتون میگم ستاره، لطفا صبر داشته باشین، لطفا چند دقیقه صبر کنید من بهتون میگم. خب حالا گوش بدین این باشه بچه‌ها، این باشه اینجا، دقت کنید. عنصر X بچه‌ها دقت کنید، عنصر X
فرض کنیم که دو تا ایزوتوپ داره، یکیش 24 یکیش 26. خب این بازم 84%، اینم بازم 16%. بچا این دفعه همه تایپ کنین جواب بدین. ایزوتوپ سبک تایپ کنین بچا. ایزوتوپ سبک کدومی کیه؟ 24. ایزوتوپ سنگین، ایزوتوپ سنگین 25 نداریم زینبا. بچا لطفا به تخته نگاه کنین خواهش می‌کنم، ما اصلا 25 دیگه نداریم. من دوباره نوشتم جدید. ایزوتوپ سنگین 26%. 26 بچه ها. خب سوال بچه ها، درصد فراوانی سبک، درصد فراوانی سبک، درصد فراوانی سبک 84، درصد فراوانی سنگین 16. آفرین. خب بچه ها بگین جرم اتمی میانگین بین چند و چند خواهد بود؟ جرم اتمی میانگین بین چند و چند خواهد بود؟ بین 16 و بین 24 و 26. تو رو خدا ما 25 داریم آیه خدا نیلا جان. خب بین 24 و 26 خواهد بود، بین 24 و 26. و زهرا جان ما 25 نداریم، اصلا 25 تموم شد، ما رو مسئله قبل بود دیگه بچه ها، یه مسئله جدیده لطفا. خب بین 24 و 26. خب پس توجه کنید، شما باید اینطور بگید، باید بگید که جرم اتمی میانگینمون. اه بچه چه جالب، شما دستش دادی؟ و گفتم تعجب کردم، من گفتم ای نکنه اینجا کسی دیگه سر کلاس باشه. باشه خب بچه‌ها خوب دقت کنید. پس من میتونم بگم الان جرم اتمی میانگین این وسطه، این الان جرم اتمی میانگین. خب به کدوم نزدیکتره؟ به 24، چون درصد پروانش بیشتره. خب نگاه کنید، پس میتونم بگم بچه ها جرم اتمی میانگین برابر میشه با سبکه، یعنی 24 به اضافه. میخوام درصد فراوانی سنگین اضافه کنیم، همه جواب بدید بچه ها. 24 و 26 کوچکترین و سنگ بچه ها، سبکترین و سنگینترین چقدر با هم اختلاف دارن؟ 24 و 26 چقدر واحد با هم اختلاف دارن؟ همه لطفا دو تا با هم اختلاف دارن، پس به اضافه 2 تا 16%، به اضافه 2 تا 16% میشه 24 به اضافه 2 تا 16% میشه 24 ممیز 30 تومن. بچه ها واحدش هم یاد دارم بذارم AM. خب لطفا توجه کنید، جرم سبک 24 به اضافه 2 تا 16%. تو مثال قبلی بچه ها، تو مثال قبلی که این 24 بود این 25، اختلاف 24 و 25 چند تا؟ یکیه، یه 16% اضافه کردیم. اینجا بچه ها تو این سال اختلاف 24 و 26 چقدر؟ دو تا 16% اضافه کردیم. و من میخواهم بچه ها شما اینو یاد بگیرید، به جرم ایزوتوپ سبک میان درصد فراوانی سنگینا رو اضافه میکنیم. چند بار؟ n بار. n چیه؟ اختلاف این دو تاست، اختلاف ایزوتوپ سبک و سنگین بچه ها میشه اختلاف این دو تا بچه ها. پس ما میان به جرم ایزوتوپ سبک درصد فراوانی سنگینا رو اضافه میکنیم. الان این چی بچه ها؟ این جرم ایزوتوپ سبکه. این چیه؟ درصد فراوانیش. این چیه؟ اختلاف جرم سبک و سنگ. همین. این میشه بچه ها خدمت هاش کنم محاسبه جرم اتمی میانگین که براتون گفتم. چند لحظه صبر داشته باشید. صبر داشته باشید ریحانه جان. صبر داشته باشین و هیجان نداشته باشین. گوش بدید بچه‌ها. خب ببینید بچه‌ها که کتاب دارن، بچه‌ها که کتاب دارن توی یکی از صفحات مربوط به جرم اتمی میانگین چون من نوشتم روش اول روش دوم، توی قسمت روش اول میخوام اینو بنویسم. اگر که دستتون دارن نکنه مرسی. اگر بچه‌ها اگر شما این کتابو ندارین، یعنی جزء رو نگرفتین، یه جای برای خودتون یادداشت کنین. دقت کنین، اینجا یادداشت میکنم، میگم جرم اتمی میانگین مساوی میشه با جرم ایزوتوپ سبک به اضافه n تا درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین. بعد زیرش هم یادداشت کنین n چیه؟ اختلاف جرم دو. لطفا توجه کنید، جرم اتمی میانگین میشه جرم ایزوتوپ سبک به اضافه n تا درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین. n چیه؟ اختلاف جرم دو. این یه رابطه هست بچه‌ها، این رابطه رو برای خودتون یادداشت کنید. پایین صفحه 12 اینو یادداشت کنید بچه‌ها، برای خودتون تو من یادآوری بدم. یادداشت کردید به من بگین، نوشتین تو من یادآوری. همه لطفا یادداشت کردید لطفا پیام بدید.
بسیار عالی. آفرین. خب دقت کنید لطفا. عنصر آ دو تا ایزوتوپ داره. یکیش 45، یکیش 48. درصد فراوانی این بچه‌ها، درصد فراوانی این بچه‌ها 74 درصده و این 26 درصد. خب من میخوام جرمتو میانگش حساب بکنم. میخوام اول تفسیر میکنم، میگم این سبکه است، این سنگینه است، این درصد فراوانیش بچه‌ها. همیشه این الگو رو بنویسید بچه‌ها تا این تو ذهنتون تثبیت بشه. میگم خب حالا جرم اتمی میانگینش برابر میشه با سبکه، یعنی 45 به اضافه اختلافشون چند تا؟ 3 تاست. خب 3 تا درصد فراوانی سنگین 26 صدم بچه، درصد فراوانی سنگین هرچی بود با تقسیم بر صدش کنیم 26 صدم بچه. خب 3 تا 26 صدم میشه 45 به اضافه 3 تا 26 صدم. 3 تا 26 صدم 3 تا 2 دهم میشه 6 دهم. 3 تا اونجا میشه 1 8 دهم میشه خدمت هاش بنام که 7 و 8 دهم میشه 7 و 8 صدم ببخشه 7 و 8 صدم میشه 7 و 8 صدم 78. این جوابش میشه 45 ممیز 78 AMU. خب پس بچه ها جرم اتمی میانگین آ رو من حساب کردم. چیکار کردم؟ 45 بیزار به 3 تا درصد فراوانی سنگینه. اگه تا اینجا سوال نیست بچه ها جواب بدین اوکی هست. همه فهمیدین چطور شد بچه ها؟ خب اون مهتاب یه سوالی پرسید من رد شد نفهمیدم چی نوشتی بود. مهتاب جون سوالت رو دوباره بگو. خب بسیار عالی بچه‌ها، این روش فوق العاده است بچه‌ها. 100 درصد مسائل این قسمت رو حل خواهیم کرد. مهتاب سوالت رو من نفهمیدم چی بود، لطفا دوباره بفرست. خب مهتاب سوالش چی بود؟ تفلکی نوشته بود مهتاب مثلا اگر عدد جرمی بیشتر نزدیک، اصلا اون ربطی نداره، اصلا ما با کاری نداریم، این کار ریاضی داریم انجام میدیم، اصلا به اون ربطی نداره. نگاه کن بچه‌ها، لطفا نگاه کنید، گوش بدین بچه‌ها، گوش بدین، گوش بدین. عنصر ب، عنصر ب دو تا ایزوتوپ داره. یکیش بچه‌ها خدمت هاش کنم که 50 و خدمت هاش کنم که 7، یکیش هم 50 و 3 باشه. 53. خب بچه ها دو تا ایزوتوپ داره بچه ها، یکی 57 یکی 53. درصد فراوانی این بچه ها هستش 65 درصد و مال این هست بچه ها 35 درصد. خب لطفا دقت کنید به من میگه ایزوتوپ سبک بچه ها بگید ایزوتوپ سبک میگم بچه ها ایزوتوپ سبک فقط به سوال من جواب بدید. ایزوتوپ سبک 53. ایزوتوپ سنگین سری لطفا ایزوتوپ سنگین 57. درصد فراوانی سبک لطفا سری درصد فراوانی سبک 35. درصد فراوانی سنگین بگین لطفا 65. خب شما کاری که انجام میدین میگین جرم اتمی میانگین برابر میشه با جرم سبکه، یعنی 53 به اضافه. ضمن جرم اتمی میانگین به چی نزدیک تره؟ جرم اتمی میانگین بچا به این سنگین تره، به سنگینه نزدیک تره، چون این 65 درصد جرم اتمی میانگین به این نزدیک تره. همیشه جرم اتمی میانگین به اونی که درصد فراوانش بیشتره خب نزدیک تره، چون بیشتر خواهد بود، چون درصدش بیشتر خواهد بود. یعنی اینطوری خواهد بشه 53 سبکه به اضافه اختلافشون 4 تا 65 صدم بچه 4 تا 65 4 5 تا میشه 20 تا 4 6 تا 24 تا 26 تا 2 تا 2 و 6 تا هم بچه ها میشه 55 و 6 تا AMU. این هم جمعتو میانگین. آفرین امیر حسین فاطمه نرگس. خب بسیار عالی بچه ها، فهمید چطور شد؟ پس ما جرم اتمی میانگین رو حساب میکنیم فعلا برای دوتا، برای سه تا ایزوتوپ، برای چهار تا ایزوتوپ، برای پنج تا ایزوتوپ، برای هر تعدادی بخواید میتونیم انجام بدیم. بهتون میگم فقط صبر داشته باشید. خب بهتون میگم امیر جان، حتما بهتون میگم. فعلا تا اینجا یاد گرفتین؟ اوکی همه یاد گرفتین بچه ها؟ شد؟ خب بسیار عالی، بسیار عالی. خب گوش بدیم. بچه سوال 21، سوال 21 من میخوام که بشینم و شما اینو حلش کنین. سوال 21 بچه هایی که جزوه دارن که خب از اون جزوهشون سوال 21، بچه هایی که جزوه ندارن از روی مانیتور کامپیوترشون بخونن حلش کنن و خدمت روش کنم که جوابشو اعلام کنی. همه لطفا همه
سعی کنید بچا الگویی که گفتم رعایت کنین، یعنی ایکس رو بنویسین، درصد پروانش رو بنویسین، حتما این کار انجام بدین ها. فکر نکنید این وقتتون رو میگیره، جلوی خطاتون رو میگیره، لطفا حتما این کار انجام بدین. آفرین نرگس، عسل، مارال، فاطمه، کیمیا، امیرعلی، حسین، کیمیا، مهتاب، آفرین بچا، مرسی حسین. ستاره آفرین، نیلا آفرین، 34 ممیز 64، بسیار عالی، عالی عالی. خب خب از بچه ها کسی هست که الان نتونسته به جواب برسه تو این سوال؟ از بچه ها کسی هست به جواب نرسیده باشه؟ چون میخوام رد بشیم از یک قسمت. خب بسیار عالی. خب دقت کنیم، گفتم الگو رو رعایت کنی. یعنی چی الگو رو رعایت کنی؟ خب میگه عنصرمون x دو تا استوب داره، این x نم x، یکی 34 یکی 36. بچه سعی کنیم به ترتیب جرم بنویسید، اول 34 بعد 36. بعد گفته درصد فراوانش، بچه 68 مال 34، پس این 68 درصده و این چقدر بچه ها؟ و این 32 درصد. خب من درصد فراوانش رو نوشتم، خب تموم شد. من با خودم میگم جرم اتمی میانگین اینجاست. خب پس جرم اتمی میانگین برابر میشه با سبکه، یعنی 34 به اضافه 2 تا 32 صدم، برابر میشه با 34 ممیز 64 AMU. تموم. بچه میدونی این چیه؟ این جرم مولی ایکسه. نگاه کنید خیلی جالبه، جرم مولی ایکس میشه 34 ممیز 64 AMU. دیگه نباید بزنیم جرم مولی، دیگه AMU نباید بزنیم. گرم برمون، این جرم مولی ایکسه که برات دست بودم. اوکی؟ خب بچه سال 32، سال 22، سال 22 هر کنیم و جواب بدیم. بچه سال 22، خب کیمیا معلوم میشه جزوه داری یا کیمیا معلوم میشه جزوه داری، اعتراف کن، اعتراف کن، اعتراف کن، اعتراف کن. خب مرسی. همه بچه ها سعی کنید جزوه به دست بگیرید، خیلی به نفعتونه. خب فاطمه 40 ممیز 72، 40 ممیز 72. فاطمه از کجا این عدد آوردی؟ اصلا جرم اتمی میانگین، فاطمه جرم اتمی میانگین بین چند و چنده؟ آفرین امیرعلی، آفرین، آفرین هانیه. فاطمه جواب اولت بر من مهمه، جواب اولت، اشتباه تایپ کردم، شرمنده، نباید اشتباه تایپ کنی، عجله نکنی، عجله نکنی بچه ها. من اون جوابی که به من میدی خیلی بر من مهمه. ستاره، سمانه، آفرین معصومه، عالی. همه بچه ها تایپ کنین، به جواب برسین تایپ کنین. عالی عالی عالی، بسیار عالی. مهتاب آفرین، شادی، زکریا آفرین. خب عنصر x دو تا استوب داره، یکی 53 یکی 49، پس میگم 49 یکی میگم 53. خب بعد گفته بچه درصد فراوانی ذوب سبک 82 درصده، این سبکه 82 درصده، پس این باید 18 درصد باشه. بچه یادتون باشه جمع درصد ها باید بشه 100 دیگه، پس یکی شده اون که دیگر به دست آوردی. خب نکته بعدی بچه ها، شما قبل از اینکه محاسبه کنید باید بگید جرم اتمی میانگین بچه ها بین 44 عضوان بین 49 و 53 هست بچه ها. پس شما اینو باید این وسط ببینید تو ذهنتون، اینو باید این وسط ببینید. میگه خب حالا جرم اتمی میانگین برابر میشه با سبکه، یعنی 49 به اضافه، اختلافشون چند تاست بچه ها؟ 4 تا 18 صدم، که چند گفته بودیم بچه ها؟ 49 ممیز 72، 49 ممیز 72 AMU. لطفا کنارش یاد داشت کنین، جرم مولی X برابر میشه با 49 ممیز 72 گرم بر مول. لطفا اینو حتما یاد داشت کنین که بدونیم بچه ها جرم اتمی میانگین همون جرم مولیه که ما به دست آوردیم. خب بسیار عالی، آفرین. تا اینجا اوکی شد؟ بچه ها روشش چطوری این روش؟ AMU این پایینی است، این جرم، این جرم اتمی میانگینه، این جرم مولی ایکسه. بچه این روش چطوریه؟ جواب. مرسی مرسی، اصلا فوق‌العاده است. بچه کنکور 99، کنکور 99 یک سوال داشت که دقیقا با همین روش به راحتی حل میشد و شما به جواب آخر میرسیدیم. بسیار عالی. خب خوب دقت کنین، میخوام برم و یه سوال از شما بپرسم. خوب دقت کنین. حالا
دیگه میخوام بحث بعدی بگم بچه‌ها. متشکرم بچه‌ها، متشکرم، گوش بدید. نکته جالبی که میخوام بهتون بگم اینه. بعضی موقع میان توی یه سوالی، بعضی موقع میان توی یه سوالی بچه‌ها خدمت عرض کنم جای مشهور عوض میکنن. میان جرمتو میانگین رو میدن، درصد فراوانی رو میخوان. دقت کنید، با دقت گوش بچه‌ها، دیگه سوالاتن فقط دقت کنید. جرمتو میانگین رو میدن، درصد فراوانی رو میخوان. مثلا میان همچین سوالی میدن، میگن عنصر آ دو تا استوب داره، یکی مثلا 24، یکی مثلا فرض کنید که 26. بعد درصد فراوانی اینو نمیدن، درصد فراوانی اینم نمیدن و بعد جرم اتومی میانگینشو میدن، میگن جرم اتومی میانگینش برامون این هستش. خب دقت کنیم، من یه تغییر کوچولو اینجا رو بدم بچه‌ها، فعلا اینو من 25ش میکنم. میگن جرم اتومی میانگینش هست 24 ممیز خدمت عرض کنم که مثلا 35. خب مثلا میگن جرم اتومی میانگینش اینقدر. AM. در حالت عادی بچه ها چجوری مسئله رو حل میکردن؟ در حالت عادی میومدن این کار میکردن، میگفتن خب اگر این x باشه پس این صد منهای xه. بعد میومدن میگفتن 24 ممیز 35 جرم اتومی میانگین برابر میشه با x تا 24 داشتیم، x تا 24 داشتیم به اضافه خب صد منهای x تا 25 داشتیم تقسیم بره او چه تقسیم نوشتم تقسیم بره 100. بعد از اینجا x رو به دست بودن. خب وحشتناکه بچه ها، اگه بخوام از این روش بریم و به دست بریم واقعا چی هست بچه ها؟ وحشتناکه. و به خاطر همین بچه ها این روش رو حذفش میکنیم با عزتون و میخوام یه روش دیگه استفاده کنیم. چه روشی؟ الان میخوام خوب دقت کنیم. خب خیلی خیلی ساده اینا میپاکیمشون بچه، ما بیلو فیلن کاری نداریم و میخوام به ساده جواب. خب لطفا همه جواب بدین. جرم اتمی میانگین بین سبک‌ترین و سنگین‌ترین شده چقدر؟ 24 و 35 بچه‌ها. پس دقت کنید، جرم اتمی میانگین، جرم اتمی میانگین شده 24 ممیز 35. بچه‌ها همه تایپ کنین، همه تایپ کنین. به جرم ایزوتوپ سبک چقدر اضافه شده؟ لطفاً تایپ کنین. به جرم ایزوتوپ سبک چقدر اضافه شده؟ با توجه به جرم اتمی میانگین میگه بچه‌ها. به 24 چقدر اضافه شده؟ تایپ کنین بچه‌ها. 35 صدم. آفرین. به جرم ایزوتوپ سبک چقدر اضافه شده؟ 35 صدم اضافه شده. قبولی بچه‌ها؟ خب حالا باشین، حالا باشین. بچه‌ها اختلاف سبک‌ترین و سنگین‌ترین چقدره؟ اختلاف سبک‌ترین و سنگین‌ترین چقدره بچه‌ها؟ اختلافشون چقدره؟ 1. اختلافشون 1. خب پس جالبه بچه‌ها، پس همین 35 صدم درصد فراوانی سنگین است. یعنی 35 درصد و این چقدر میشه؟ 65 درصد. پس من جمع تو میانگین، من درصداشو حساب کردم. بچه مثل قبل برعکس فکر کنین، وقتی شده 24 ممیز 35 پس درصد فراوانی سنگینه اضافه کردیم. خب اقترافشون چقدر بوده؟ یه واحد. پس همون 35 درصد فراوانی سنگینه بوده. از 100 کم کنیم، درصد فراوانی سبکه به دست. بچه لطفا یکم تجزیه و تحلیل کنید خودتون، یک کمی حس آرامش بگیرید و خیلی هیجان نداشته باشید. تمام ادامه آماده این؟ الان میام الان این روش دیگه فوق‌العاده است. خب خب عالی آمد بچه، خوب دقت کن. خب بچه یه سوال بپرسم. اگر اختلاف سبکترین و سنگینترین دو بود، اگر اختلاف سنگینترین و سبکترین دو بود بچه، یعنی اینجا عددش دو بود، این مثلا فرض کنید اختلاف سنگینترین و سبکترین دو بود، این عدد 26 بود، خب چیکار میکردیم؟ اگر اختلافش دو بود چیکار میکردیم؟ آفرین. خب تقسیم بر دو میکردیم، اونی که ما اضافه کردیم به سبکترین تقسیم بر دو میکردیم و بعد درصد فراموش می‌رسیم. درسته؟ اگر این بچه‌ها در واقع اختلافشون دو بود، اینو این صورت بچه‌ها. من در یک مثال دیگه می‌خوام بهتون بگم، چون می‌خوام اینو دستش نزنم، به خاطر اینکه می‌خوام بعداً وقتی این صفحه رو نگاه می‌کنید یادتون باشه این چیکار کردیم بچه‌ها. این پس میشه درصد فراوانی بچه‌ها، این سبکه، این سنگینه، اینم که درصد فراوانی شده اینجا. خب تموم گوش بدید بچه‌ها، تموم گوش بدید.
گوش بدین، گوش بدین، گوش بدین. عنصر آ دو تا ایزوتوپ، یکی بچه ها 42، یکی 44. خب درصد فراوانی بچه ها اینا مشخص نیست، مجهوله، ما درصد فراوانی رو نداریم. خب جرم اتمی میانگینش رو بچه خودش گفته 43 ممیز 48. خب جرم اتمی میانگینش بچه 43 ممیز 48 AMU. لطفا بگیم بچه ها درصد فراوانی سبک سنگینه، درصد فراوانی سنگینه چقدر خواهد، درصد فراوانی سنگینه چقدر خواهد. همه 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 ببینم چیکار میکنی. زود 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 تون 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 تون. درصد فراوانی سبکه، در سنگینه، درصد فراوانی سنگینه، درصد فراوانی سنگینه. مچتون رو گرفتم حسابی. ننویسین، ننویسین که خراب کردین، ننویسین که خراب کردین. وای وای مچتون رو گرفتم حسابی. من کی گفتم ممیز و همیشه اون قسمت ممیز رو تقسیم بر دو کنیم؟ لطفا همه به سوالات من جواب بدین. همه بچه ها به جرم ایزوتوپ سبک خوب دقت کنید. جرم اتمی میانگین این وسطه. لطفا میگیم به جرم ایزوتوپ سبک چقدر اضافه شده؟ سری لطفا به جرم ایزوتوپ سبک چقدر اضافه شده؟ نه دو تا اضافه نشده. به جرم ایزوتوپ سبک 42 شده 43 و 48. چقدر اضافه شده؟ آفرین نیلا، 1.48. بله بله بچه اون چیزی که به 42 اضافه شده برای ما مهمه، نه ممیزشو. ما که نگفتیم ممیز رو تقسیم بر دو کنین، که زود 48 رو تقسیم بر 4 کردین گفتیم 24، بعدم درصد فراوانی سنگین شد 24. فهمیدی چه سوتی دادین؟ من هیچی نمیگم، یه چند دقیقه فکر کنین خودتون. آره بچه ها بنویسین، بنویسین حستون بر من، بنویسین و قیافتون بر خودم بر من. خب لطفا به سوال من جواب بدین، میخوام حلش کنم. دوباره میخوام به سوال من جواب بدین، همه گوش بدین، همه جواب بدین. به جرم سبکه چقدر اضافه شده؟ به جرم سبکه چقدر اضافه شده؟ شما باید این کارو بکنین، باید بگین 43 ممیز 48 منهای 42 میشه 1 ممیز 48. بچه اون مقداری که به جرم سبک اضافه شده تقسیم بر دو باید بشه، نه ممیزش. همه فهمیدید چی شد اینجا؟ اون مقداری که اضافه شده. خب حالا 1 ممیز 48 رو تقسیم بر دو میکنیم. دو چیه؟ اختلاف این دوتاست. این میشه چقدر بچه ها؟ میشه 74 صدم. میشه 74 صدم. خب نتیجه بچه ها، نتیجه، نتیجه درصد فراوانی سنگین میشه 74%. پس این میشه 74%، این میشه 26%. خب ببینم چیکار کردی. فهمیدی بچه چی شد؟ ببینید وقتی شما میخواین درصد فراوانی رو به دست بیارین، باید بگین به سبکه چقدر اضافه شده، اون مقدار اضافه شده براتون مهم باشه، نه مقدار ممیزه. خب چیکار میکنین بچه ها؟ میان مقدار جرم اتمی میانگین رو منهای جرم ایزوتوپ سبک میکنین، میشه 1.48. این مقدار اضافه شده است، مقدار اضافه شده، این مقدار اضافه شده. بعد مقدار اضافه شده تقسیم بر اختلاف میشه. این دو چیه؟ این دو چه بی کلاس نمیشتم؟ نه واقعا متاسفم برای بی کلاس میمسی ها. اختلاف یک ساعت توضیح میدی اختلاف جرم. خب اینجا میمسیم N دیگه، این الان N مونه، تقسیم بر N میکنیم، یک جورش تقسیم بر دو میشه N، میشه 74%. پس درصد فراوانی سنگین میشه 74%. خب اوکی بچه فهمیدید چطور شد؟ آفرین معصومه، آفرین معصومه که دیگه تموم. آفرین آفرین. خب خب حالا پس با توجه به این یه سوال دیگه حل میکنیم و تموم میریم. عنصر ب دو تا ایزوتوپ داره. خب یکی از این ایزوتوپ هاست بچه ها 38، یکی دیگه از بچه ها 40. درصد فراوانی رو نداریم، درصد فراوانی رو نداریم. جرم اتمی میانگینش بچه ها شده 39 ممیز 24، شده 39 ممیز 24. لطفا درصد فراوانیش رو حساب بکنیم. من میشینم و درصد فراوانی این دوتا رو بگیم بچه ها. سنگینه رو بگیم کافیه. درصد فراوانی سنگینه. آفرین سنگین سبک رو جدا جدا گفتیم باشه. امنده امیرعلی. مرسی. هر دوتاش هم گفتیم قبول داره.
خب هانیه جان نگیش نگو شد دو صدم، باز ضرب در صدش هم بکنین دیگه. ببین اون عددی که به دست میاد باز ضرب در صدش بکنین، حتما بگین 62%. آفرین هانیه، مرسی، بسیار عالی، میشه 62%. بله شما میگین خیلی خوب، اینا رو ذهنی انجام میدین ها، میگین 39 38، پس 1 و 24، اینا تو ذهنتون انجام میدین. بخاطر من مینویسم برای که پیداش کنیم بچه، یعنی برای که بدونیم من چه کار کردیم، من اینا مینویسم، وگرنه شما ذهنی باید این کار انجام بدین. میگین 39 ممیز 24 منهای 38 میشه 1 ممیز 24، 1 ممیز 24 تقسیم بر 2 میشه 62 صدم. بچه این با ضرب در صد بشه، درصد فراوانی سنگینه میشه بچه 62 صدم، ضرب در صد میشه 62%. خب پس بچه این میشه 62% و این میشه 38%. خب بچه ها به راحتی شما میتونید جمعیت میانگین رو اینطوری به دست بیارید. خب قبل از اینکه بچه ها بحث رو ادامه بدیم، میخوام بچه ها یک نکته جالب براتون بگم در ادامه. تا اینجا همه فهمیدی بچه ها تو شد؟ تا اینجا همه فهمیدیم؟ بسیار خب گوش بدید، نگاه کنید بچه ها، ما میگیم جرم اتمی میانگین برابر میشه با جرم ایزوتوپ سبک به اضافه N تا درصد فراوانی ایزوتوپ سنگ. بچه ها این کاری که ما انجام دادیم، گفتیم جرم اتمی میانگین میشه جرم ایزوتوپ سبک به اضافه N تا درصد فراوانی ایزوتوپ سنگ. قبول بچه ها، این رابطه رو به دست آوردیم. خب تو این رابطه بچه ها هر کجا ممکنه به شما مجهول به شما بدن. الان تو سوالی که داشتیم بچه ها این مجهول بود، اینا رو به من داده بودن. واسه تو همین سوال قبلی بچه ها جرم اتمی میانگین رو چند داده بود بچه ها؟ لطفا تو همین سوال قبلی عددش رو چند داده بود؟ من دیگه صفحه قبل رو نیارم. جرم اتمی میانگین رو چند داده بود سوال قبلی بچه ها؟ 62. نه جرم اتمی میانگین عزیزم کیمیا جرم 39 ممیز 24، 39 ممیز 24 مساوی با جرم ایزوتوپ سبک. بچه علم جرم ایزوتوپ سبک چقدر بود؟ جرم ایزوتوپ سبک 38 بود به اضافه N چند بود؟ 2 درصد فراوانی ایزوتوپ سنگ. بچه این معادله رو حل کردیم، ما 38 رو بردیم از این کم کردیم، تقسیم بر 2 کردیم، درصد فراوانی سنگینه به دستمون. یعنی بچه ما یه معادله داریم، این معادله رو میتونیم جایگزین کنیم، هر کجا دوست داشتیم جایگزین کنیم. الان درصد فراوانی سنگین رو به دست میاریم. فهمیده بچه در واقع چیکار کردیم؟ ما یه معادله ریاضی داشتیم که جرم اتمی میانگین رو داشتیم، جرم سبک هم داشتیم، ان هم داشتیم، درصد فراوانی سنگین رو به دست میاریم. خب ممکنه بگین که آقای محمدی چرا از این روش از همون اول به ما نگفتیم؟ ببین بچه من میخوام ذهنی انجام بدین، برای اینکه ذهنی انجام بدین نیومدم یه معادله ریاضیاتون بدم و بگم توی معادله، نه شما باید یه چیز مفهوم تو ذهنتون باشه. بگیم به درصد به جرم سبک درصد فراوانی سنگین اضافه میکنیم، پس حالا دقیقا برعکس عمل میکنیم، زود اون چیزی که اضافه شده کم میکنیم، تقسیم بر اختلاف میکنیم، درصد فراوانی سنگین به دست میاریم. اوکی مرسی بچه، خوشحالم گوش بدید. سال 23 حل کنیم بچه، سال 23 حل کنیم و درصد فراوانی ایزوتوپاشو بگیم. ببین آفتایی بچه ها، بله همه که شما به یه جواب میرسین و سریع هم میرسین، یعنی که دارین درست پیش میرین. آفتایی بله بله دقیقا عنصر X دو تا استوب داره،
یکیش 42، یکیش 43. درصد فراوانیاشو نداده. بچه مثل من اینجوری مربع بزنید که بدین اینا مجهوله. جرم اتمی میانگین رو چند داده؟ داده 42.34، 42.34. خب بچه به سباکه چقدر اضافه شده؟ 34 صد و 42.34 منهای 42 میشه 34 صدم. اختلافشون چند تاست؟ یکی. خب پس همون درصد فراوانی سنگین است دیگه. پس درصد فراوانی سنگین میشه چقدر بچه ها؟ میشه 34 صدم ضرب در صد میشه 34 درصد. پس این میشه 34 درصد و این میشه 66 درصد. عالی بود بچه، عالی. سوال 24 لطفا حل کنید. سوال 24، سنگین 74، سبک 26، 24 76 آفرین. این که جواب یکسان به دست میاریم بچه ها، خیلی خوبه. خوب زکردی خوشه. آفرین بچه ها، بسیار عالی. بریم بریم. سوال 24 جواب که به دست آوردیم بچه کاملا درست بود. من فقط یه بار دیگه حلش میکنم. x دو تا این استوب داره، یکیش 38، یکیش 36. من 36 اینجا میذارم، 38 اینجا میذارم. درصد فراوانیشو نداریم، مجهوله. جرم اتمی میانگین رو چند داده؟ داده 37.48. خب دقت کنید، 37.48 رو منهای 36 میکنم، چقدر اضافه شده؟ 1.48 اضافه شده. 1.48 رو تقسیم بر 2 میکنم، چون اختلاف شده بچه ها. 1.48 رو تقسیم بر 2 میکنم میشه چقدر؟ 74 صدم. پس درصد فراوانی سنگینه 74 درصده و این میشه 26 درصد. عالی بود بچه. خب اگه تا اینجا اوکی شده من ادامه بدم بحثشو بچه. خیلی قشنگه، هنوز یک چیز قشنگایی مونده براتون بگم. آماده این؟ خب خسته نشدید بچه، ادامه بدم. میخواد باشه جلسه بعد ادامه بدم؟ خسته شدید شما دیگه، من احساس میکنم خسته شدید. خب گوش بدید، باز صبر داشته باشین. یک از بچه‌ها یه سوال پرسید، باید بهش بگم صبر داشته باشین، انشالله درست میشه. خب دقت کنید بچه‌ها، خوب توجه کنید. گفتیم عنصر x دو تا استوب داره بچه. این مثال اولی که بهتون گفتم، یکی 24، یکی 25. درصد فراوانی بچه‌ها 84 درصد و این 16 درصد. گفتیم جرم اتمی میانگین اینجاست، این جرم اتمی میانگینه. خب این جرم اتمی میانگینه که به دست آوردیم. گفتیم برای اینکه جرم اتمی میانگین به دست بیاریم چیکار کردیم بچه ها؟ گفتیم جرم اتمی میگیم بچه ها، میام به جرم سبکه درصد فراوانی سنگینه رو اضافه میکنیم بچه ها. پس به سبکه درصد فراوانی سنگینه رو اضافه میکنیم، یعنی میگیم 24 به اضافه 16 صدم میشد 24.16. خب بچه ها دقت کنید، الان شما چیکار کردید؟ شما از جرم سبکه به جرم اتمی میانگین رسیدید، اومدین به جرم سبکه درصد فراوانی سنگین اضافه کردیم، شد جرم اتمی میانگین. کوال جالب بچه ها، از جرم سنگینه هم میتونیم به سبکه به جرم اتمی میانگین برسیم. یعنی ما بچه ها میتونیم هم از سبکه به جرم اتمی میانگین برسیم، هم سنگینه به جرم اتمی میانگین برسیم. فقط میخوام یه سوال بپرسم، شما جواب بدید. اگه بخوام از جرم ایزوتوپ سبک، ببخشید، اگه بخوام از جرم ایزوتوپ سنگین به جرم اتمی میانگین برسیم، به نظر شما باید یه چیزی رو کم کنیم یا یه چیزی رو اضافه کنیم؟ همه لطفا، همه باید کم کنی، همه رو باید کم کنی بچه. آفرین. پس دقت کنید، میگیم که جرم اتمی میانگین برابر میشه با، خب حالا اگه گفتین چه چیزی باید کم کنیم، تایپ کنید بچه. به نظر شما از جرم ایزوتوپ سنگین باید چی رو کم کنیم؟ تایپ کنید میخوام شما تایپ کنید. باید از جرم ایزوتوپ سنگین چی رو کم کنیم؟ آفرین، مقدار فراوانی سبک، درصد فراوانی سبک. بگین فراوانی سبک رو باید کم کنیم. پس ما باید چیکار کنیم بچه ها؟ باید اینو کمش کنیم.
خیلی ساده است بچه ها. به سبکه درصد فراوانی سنگینه اضافه میکنیم، از سنگینه درصد فراوانی سبکه رو کم میکنیم و همین خاطر جرمتو میانگین بر چهار میشه 25 من پای 84 صدم میشه 24 ممیز میشه 24 ممیز شونزده. خیلی جالبه نه؟ ما میتونیم بچه از این بعد اینطور یاد بگیریم، لطفا همه من نگاه کنید گوش بدین، باید اینطور یاد بگیریم، بگین برای محاسبه جرم اتومی میانگین به سبکه درصد فراوانی سنگینه رو اضافه میکنیم یا از سنگینه درصد فراوانی سبکه رو کم میکنیم. تموم. این کلش بچه ها. از به سنگینه درصد فراوانی سبکه اضافه میکنیم، سنگینه اضافه میکنیم، از سنگینه درصد فراوانی سبکه رو کم میکنیم. بچه ها بیایم سراغ صفحه نمیدونم چند بود، دوازده، صفحه دوازده. بچه ها این صفحه اول اینجا داشتیم، اینجا. خب لطفا گوش بدید، توی این صفحه، خب توی این صفحه بچه ها لطفا دوباره بنویسین. خب جرم اتمی میانگین مساوی میشه با جرم ایزوتوپ سنگین منهای N تا درصد فراوانی ایزوتوپ سبک. پس بچه ها جرم اتمی میانگین میشه جرم ایزوتوپ سنگین من های N تا درصد فراوانی ایزوتوپ سبک. این کاری که باید انجام بدید بچه ها باید باش آشنا بشید. بچه ها رابطه شو فهمیدی چطور شد؟ پس شما هم از سنگینی میتونید سنگین هم از سبکه. یکی از بچه ها میگه که آقای محمدی چرا هر دو تا رابطه رو گفتی؟ خب بچه ها توی یک مسئله ممکن جرم ایزوتوپ سبک بدن، توی یک مسئله ممکن جرم ایزوتوپ سنگین بدن، تو هر مسئله یه فرم به شما میدن. شما باید اطلاعاتتون کامل باشه، هر سوالی با هر شکلی باشه بتونید حلش. خب دیگه تموم شد، بیایم بریم ادامه. برای تمام اینا که گفتیم بچه‌ها شما از هر دو تا رابطه میتونید استفاده کنید و اونها رو حلش کنید. خب دقت کنید. خب بعضی موقع بچه‌ها میان یک کار جالب انجام میدن و به یه شکل دیگه سوال مطرح. چطوری؟ میان سوال اینجوری میگن، نگاه کنید، میگن عنصر آ دو تا ایزوتوپ، یکیش بچه‌ها هست 30 بچه‌ها مثلا 6، یکیش هم هست 38. درصد فراوانی نمیدن بچه‌ها، میگن به ازای درصد فراوانی نمیدن بچه‌ها، میگن به ازای هر 16 تا از این بچه‌ها 4 تا از این وجود داره. دقت کنید، تعداد میدن، لطفا توجه کنید، تعداد میدن، درصد نمیدن، میگن به ازای هر 16 تا عدد از این سبکه 4 تا سنگین داریم، تعداد میدن. جرم اتمی میانگینش رو حساب بکنید. خب ببینید بچه‌ها، لطفا همه جواب بدین. میگم بعد جان بعد صبر داشت بشین، تو رو خدا صبر داشت بشین معصومه جان. خب خدمت عرض کنم که هر موقع من خدافظی کردم کلاس تموم شد بعد بهم بگین دیگه، بزن من درس بدم دیگه. بچه‌ها روشی که استفاده کردیم بچه‌ها یه روش سریع بود یا نه؟ لطفا سریع جواب بدید. خب بچه‌ها تو این روش ما از چی استفاده کردیم؟ از درصد فراوانی. ما توی نوش از درصد فراوانی استفاده کردیم. الان به ما درصد فراوانی نداره، تعداد داده، گفته هر 16 تا از این 4 تا از این وجود داره. خب روش معمول اینجا چیه؟ روش معمول اینه که میان جرم اتمی میانگین اینجا حساب میکنن، میگن جرم اتمی میانگین 16 تا 36 داریم، 4 تا 38 داریم، تقسیم بر 20. اینو حساب کنیم میشه جرم اتمی میانگین. خب درسته، ولی همچین محاسباتی خیلی وقتمون رو میگیره، خیلی خیلی وقتمون میگیره. برای همین ما میام یه کار جالب انجام میدیم. دقت کنید، ما وقتی میخوام این مساله رو حلش کنیم میام این کارو میکنم. خب دقت، یعنی اگر به شما تعداد داده بودن، تعداد رو تبدیل کنی به درصد. چطوری؟ خیلی ساده است بچه ها، نسبت 16 به 4 ساده میکنم، این میشه 4، این میشه چند؟ 1. یعنی هر 4 تا از این یه دونه از این داریم بچه ها. خب نسبت 4 به 1 بچه ها، نسبت 4 به 1 میشه چند درصد به چند درصد؟ تایپ کنیم بچه ها، نسبت 4 به 1 میشه چند درصد به چند درصد؟ نسبت 4 به 1 میشه 80 درصد به 20 درصد. آفرین آفرین بچه‌ها، 80 به 20. خب دقت کنید، یک از بچه‌ها میگه که من الان نفهمیدم چی درصد چه حساب کردیم. خیلی ساده است بچه‌ها، جمع کل این دو تا رو به دست میارین، نگاه کنید بچه‌ها، جمع کل این دو تا رو به دست میارین، جمع کل این دو تا میشه چقدر؟ میشه 5. جمع کل این دو تا میشه چند؟ میشه 5. خب حالا درصد فراوانی بچه‌ها،
درصد فراوانی. میشه 1 تقسیم بر 5 ضرب درصد میشه 20%. این سنگین است. درصد فراوانی سبکه میشه 4 تقسیم بر 5 ضرب درصد میشه 80%. ببین بچه ها کافیه 1 تقسیم بر 5 ضرب درصد، 4 تقسیم بر 5 ضرب درصد، شما این دوتا رو با هم جمع میزه این میشه درصد فراوانی حساب کرد. خب پس شما به راحتی درصد فراوانی به دست آوردین. درصد فراوانی که به دست آوردین، حالا دیگه مسئله قابل حل دیگه. درصد فراوانی سبکه چقدره؟ 36 به اضافه اختلافشون چقدره؟ 2 تا 2 دهم میشه 36 ممیز 14. ببینید شما به راحتی درصد رو که به دست آوردین، جرمتون میانگی به دست میاد. پس اگر تو مسئله به شما تعداد داده بودن بچه‌ها، اگر به شما تعداد داده بودن چیکار میکنین؟ به شما تعداد داده بودن، شما تعداد رو به درصد تبدیل میکنین، بعد با درصد مثلا فاطمه اون 1/3 میشه 25%، نه 1/4. خب اوکی بچه‌ها فهمیدین چطور شد؟ حالا لطفاً اینا رو به خاطر بسپارین. اینا رو به خاطر بسپارین. خب لطفاً گوش بدین. نسبت 1/4 میشه 20%، میشه 20% نسبت 1/4. اینو به خاطر بسپارین بچه‌ها. نسبت 1/4 میشه 20% به 80%. نسبت 1/3، نسبت 1/3 میشه 25% به 75%. نسبت 2/3 میشه 40% به 60%. این سه تا بچه نسبت روند هستن. اینا نسبت روند هستن. 1/4، 1/3، 2/3. اینا نسبت روند هستن. خب خدا رو شکر فهمید فاطمه. خب بچه اینا نسبت روند. این نسبت رو بچه یاد بگیرید و به خاطر بسپارید. نسبت 1/3، 1/4، 2/3. این سه تا بچه اینا رو به خاطر بسپارید. باقی نسبت ها باید به دست بیارید. اگه عددی غیر از این به شما دادن باید به دست بیارید. ممکن 16.5%، 17.5% یه مسئله به شما میدن. خب با توجه به این بچه ها شما میتونید اونها رو به دست بیارید. خب حالا بریم سراغ یادداشت کردین بچه اینا؟ یادداشت کردین؟ خب سال 25 بچه سال 25 رو من چند لحظه بهتون فرصت میدم یادداشت جواب بدین. سال 25 ببینم چیکار میکنین. خب این که نه جرمتون مثلا حل کنین، جرمتون میانگین شو من بدین دیگه. کی میاد جرمتون میانگین بدین بچه لطفا این جرمتون میانگین. ترانه 35.5، 35.5 از کجا بودی عزیزم؟ وقتی ما سبکمون 32%، یعنی 32 سنگینمون دیگه، نه با 35.5 به دست بیاریم. خب گفتم جرمتون میانگین رو به دست بیاریم، جرمتون این سال 25 رو حلش کنیم. خب بچه گوش بده. خب یکی از بچه ها که دیسکانکت شده بود لطفا با دقت بیشتری گوش کن. عنصر X دو تا ایزوتوپ داره. دو تا ایزوتوپ داره. یکی C، یکی CO2. خب خودش گفته بچه‌ها به ازای هر 12 تا سبک، یعنی به ازای هر 12 تا سبک ما خدمت هست کنم 3 تا سنگین داریم. به ازای هر 12 تا سبک 3 تا سنگین داریم. تعداد دادن. اگر به شما تعداد دادن رو تبدیل کنیم به درصد. خب اول اینو سادهش میکنم بچه‌ها. من اینو اگه سادهش بکنم این میشه 4، این میشه چند؟ 1. میشه 1/4 دیگه بچه‌ها. 1/4 میشه چند درصد؟ 1/4 میشه 80%. الان بهتون گفتم به 20%. یکی از بچه‌ها که کانکت قطع شده در واقع ارتباطش قطع شده بود همین. اگه به شما تعداد دادن تعداد به درصد تبدیل کنید، نسبت 1/4 همون 28 داده. حالا که اینو به دست آوردین جرمتون میانگین به دست میاد بچه‌ها. جرمتون میانگین میشه 30 سبکه به اضافه 2% فراوانی سنگین، 2 تا 2 دهم که میشه 30.4 که اکثر بچه‌ها بهش رسیدن. خب اوکی این 30 ممیز
4 این سی مایز نیم رو ترانه باز اشتباه کردی. سی مایز نیم از کجا آوردی از زمان؟ اینو متوجه نمیشم. دو تا دوده ها میشه 14 ها. ترانه فهمیده اشکال دستگاه جاست الان؟ خب بچه لطفا سوال 25 رو یادداشت کردین تا سوال بعدی رو بریم. خب انجام دادی بچه ها؟ سوال 24 بریم سوال بعدی 26. بس کجا اومدی؟ این سمت راست؟ اصلا چرا اومدی اینجا؟ کی گفتی بیاد اینجا؟ حالا گوش بدیم. سال 27 نه این نه این از کجا اومد؟ هنوز زوده این سال اینجا اینجا. خب بچه دقت کنید، بعضی موقع میان یه شکل به شما میدن، نمیان بچه ها بگیرن، یه شکل به شما میدن مشکی و سفید. بچه ها این یه ایزوتو به یه ایزوتو به مشکی 84 و اون سفیده 87. اینجا این x بوده بچه ها، اینجا اینا x بوده که من اینجا تایپش این x بوده، اینم x بوده. خب شما الان میتونی میگیم بچه ها x 84 و x 87 تعداد بچه ها میشمریم دیگه. مشکیه چند تا مشکی داریم بچه ها؟ مشکی ها میشمریم، یکی و دوتا و ستا و چارتا و پنجتا و ششتا. پس ششتا بچه ها 84 داریم. لطفا دقت کنید باید اتمار بشمریم، اینو باید دوتا بشمریم، ششتا. بیام سراغ 87 سفیدا رو باید بشمریم. خب نگاه کنید، یکی و دوتا ستا چارتا پنجتا ششتا هفتا هشتا نهتا. نهتا هم بچه ها از این داریم. پس نه از این، نسبتشون 6 به 9. نسبت 6 به 9 ساده کنیم میشه چقدر بچه ها؟ میشه 2 به 3. 2 به 3 میشه چند درصد؟ 40 درصد به 60 درصد. خب نسبتاش به دست اومده دیگه. حالا جرمتون میانگی رو به دست میاریم، میشه سبکه یعنی 84 به اضافه 3 تا 6 دهم که میشه چقدر؟ 85 و 8 دهم. خب بچه ها این جرمتون میانگینه عنصر x 85 و 8 دهم. بچه همه فهمیده چطور شد؟ چون اینجا تعداد رو میشمارین خودتون دیگه، تعداد به شما نمیدن، خودتون باید از رو شک بشمارین. بسیار خب خب بچه تا اینجا من خدمت هست کنم که با دو تا ایزوتوپ بهتون گفتم همه چیز رو، درصد فراوانی داده بودن، درصد فراوانی میخواستن، تعداد داده بودن، هیچ فرق نمی کنه. شما این قسمت رو الان باش آشنا شدیم و فهمیدیم به چه صورت شد. بریم سراغ سوالی که همه تون رو درگیر کرده بود و اونم اینه که اگر بیش از دو تا ایزوتوپ بود چیکار بکنیم. معصومه گوش بده، معصومه دیگه جواب بده ببینم که خوشحال یا نه. خب دقت کنید بچه‌ها، اینجا خدمت عرض کنم که میخوام بهتون بگم اگه دو تا ایزو بیشتر بود، سه تا بود، چهار تا بود، پنج تا بود چیکار باید بکنیم بچه‌ها. خب حالا بیام سراغ معصومه گوش بده. بچه ها فقط من دارم برای معصومه درس میدم دیگه، باقی بچه ها گوش ندید. خب فرض کنید عنصر x سه تا ایزوتوپ داره. بچه ها خوابین یا بیدارین؟ راست شو بگید. خوابین یا بیدارین؟ بیدارین؟ گوش بده. خب این سه تا ایزوتوپ داره بچه‌ها، x سه تا ایزوتوپ داره. ایزوتوپ‌هاش هم بچه‌ها باشه مثلا فرض کنین یکی 24 باشه، یکی 26 باشه، یکم 29 باشه. یکم 29 باشه. خب درصد فراوانیش بچه‌ها، درصد فراوانی 24 بچه دقت کنید، درصد فراوانی 24 باشه 65 درصد، این باشه 31 درصد و این باشه 4 درصد. بچه جمع اینا 100 میشه، 65 و 31 و 4 میشه 100 درصد. اینم درصد فراوانی. خب همه جواب بدین، همه جواب بدین بچه‌ها. خب ایزوتوپ سبک بچه‌ها، ایزوتوپ سبک سری لطفا ایزوتوپ سبک تایپ کن. اگه دقت نکنید متوجه نمیشه چه اتفاقی میفته. ایزوتوپ سبک 24، ایزوتوپ سنگین، ایزوتوپ سنگین 29. خب جواب بدیم بچه‌ها. ما برای محاسبه جرم اتمی میانگین میمدیم به ایزوتوپ سبک، به جرم ایزوتوپ سبک چی رو اضافه میکردیم؟ به جرم ایزوتوپ سبک چی رو اضافه میکردیم؟ سریع لطفا تایپ کنید. به جرم ایزوتوپ سبک چی رو اضافه میکردیم؟
آفرین ستاره، آفرین. فراوانی سنگینه اضافه میکردیم. همه لطفا همین رو میدونید بچه‌ها. به جرم ایزوب سبک فراوانی سنگینه اضافه میکردیم. چند بار؟ N بار. قبول بچه‌ها؟ خب دقیقا اینجا هم همون کار انجام میدیم. خوب دقت کنیم بچه‌ها، با دقت نگاه کنیم. این ایزوتوپ سبکه. اگه این سبک باشه این دوتا سنگینن، پس به ازای این سبکه این دوتا سنگینن، پس باید هم اینو اضافه کنیم هم باید اینو اضافه کنیم. نگاه کنیم بچه ها، پس ما یه سبک داریم دوتا سنگین داریم، هر دوتا رو باید اضافه کنیم، هم درصد فراوانی اینو اضافه میکنیم هم درصد فراوانی اضافه میکنیم، پس ما باید بچه ها این دوتا رو اضافه کنیم، یعنی باید بچه ها هم اینو اضافه کنیم هم اینو اضافه کنیم. خب حالا نکته جالب، n کجاست؟ وقتی میخوام 31 صدم اضافه کنیم n اینجاست، وقتی میخوام 400 اضافه کنیم n اینجاست. یعنی بچه نگاه کنین، وقتی هر کدوم میخوام اضافه کنیم n به ازای خودش به دست میاد، به ازای 31 صدم n فاصله همینه، به ازای 400 n همین بچه ها. لذا ما دیگه به این جرما کاری نداریم، فقط به درصد فراوانی کار داریم. من اینجا شلوغ شد بپاکم چون که شلوغ بلوغ نباشه اینجا. خب یه جمع‌بندی با هم بکنیم، به جرم ایزوتوپ سبک درصد فراوانی‌های سنگینا رو اضافه می‌کنیم، هر دو تاشو. اینم که فاصله‌اش با اون سبک هست. ببینید چقدر جالب میشه. فقط نگاه کنین، فقط نگاه. خب من می‌خوام که یه کار جالب انجام بدم. که خیلی هم خوشگل میشه و خیلی هم جالبه. خودم خوشم میاد. گوش بدید بچه‌ها. اینو یه خورده ببرنش بالاتر. خب خوب دقت کنید، بعد اینجا یه خط بکشم، بعد اینجا میسم جرم اتم میشه سبکه، یعنی 24 به اضافه میخوام 31 صدم اضافه کنم. بچه اختلاف این دوتا بچه n اینجاست، پس دوتاست، دوتا 31 صدم. ببخشید من 35 داشتم، دوتا 31 صدم به اضافه میخوام 400 اضافه کنم. n اینجاست بچه ها، به اضافه 5 تا 400. پس من n رو بچه ها مشخص کردم، n اینجا این فاصله است بچه ها، هم 31 صدم اضافه کردم هم 400 اضافه کردم، یعنی 4%، هم 31% هم 4%. خب جواب آخرش رو به دست بیارم. خب 4 تا این میشه 2/10، این که میشه 2/10، 4/5 میشه 2/10، اینم میشه 62 صدم. درسته بچه ها؟ یه 2/10 بین اضافه کنم میشه 82 2/100. جواب این بچه ها میشه 24.82 AMU. جرم اتمی میانگین رو حساب کردم. خب بچه ها تا اینجا آفرین کیانا، آفرین فاطمه. خب لطفا بگید تا اینجا که من براتون نوشتم، رابطه که براتون نوشتم، همه فهمیده از کجا اومد یا نه؟ لطفا اگه کسی اشکال داره بگید. تموم؟ اون 5 اختلاف 24 و 29 میشه 5. n دیگه، n اختلافش چیه؟ اختلافش با سبکه. تموم؟ تموم؟ گوش بدید. خب حالا خوب دقت کنید. میخوام جرم اتم میانگین رو به دست بیاریم. بچه‌ها میخوام از سنگینه شروع کنیم. از 29. خب باید چیکار کنیم بچه ها؟ لطفا بگید. باید چی رو کم کنیم؟ درصد فراوانی سبک‌ها رو باید کم کنیم بچه ها. اگه میخوام از این شروع کنیم باید این دوتا رو کم کنیم. پس میگیم 29 منهای اول 31 صدم کم کنیم. وقتی میخوام اینو کم کنم اختلافش اینجاست بچه ها. N اینجاست. میشه 3 تا 31 صدم. تون نمیشتم بچه ها چون جوگیر شدم، تون نمیشتم. شرمنده ببخشید. سعی میکنم دیگه جوگیر نشم. خب حالا میخوام 65 صدم کم کنم. n اینجاست بچه ها، n اینجاست، میشه 5 تا 65 صدم. جواب بازم میشه 24.82. چه اینو پوکش کردم؟ خب بچه ها اوکی؟ فهمیدین؟ خب حالا توجه کنید دیگه، این دفعه خیلی میخوام خوشگل بشه. گوش بدید. یک کار قشنگ دیگه انجام بدم. از این من خیلی دوستم خوشم. خوب دقت کنید، انشالله که بشه این کار کرد. آره چه خوب، دستم درد نکنه، تشویقم نکنید بچه.
تشویقم نکنین، تشویقم نکنین. ببینید بچی دارم این کارا رو میکنم. اولا که دلم، این جواب اول. دومون که الان بتونم. خب حالا می‌نویسیم جرم اتمی میانگین. بچه خوب دقت کنید، میخوام از وسطی شروع کنم، یعنی از 26 میخوام از این شروع کنم. بچه بگین اگه بخوام از 26 شروع کنم. مرسی بهایت تشویقم کردین، مرسی. بچه اگه بخوام از وسطی شروع کنم باید چیکار کنم؟ سری بچه‌ها، میخوام از 26 شروع کنم باید چیکار کنم؟ تایپ کنید. یه بار کم آفرین هانیه، یه بار کم یه بار جمع. سنگینه رو اضافه میکنیم، سبکه رو کم میکنیم. اینجور بگیم، بگین سنگینه رو زیاد میکنیم، سبکه رو کم میکنیم. آفرین شادی، آفرین مهدا. خب بچه ها این وسطیه. خب میخوام 400 اضافه کنم، پس این باید اضافه کنم. پس به اضافه 3 تا 400 میخوام 65 رو کم کنم، منهای 2 تا 65 صد. جوابش میشه 24 ممیز 82 AMU. بچه ها هیچ فرق، از هر روشی که دلتون میخواد برید. دستم درد نکنه، خیلی خوشگل نوشتم بچه ها، نگاه کنید واقعا تمیز نوشتم، دستم درد نکنه، تشکرم نمیدونم. حالا گوش بدید، عالی بچه. خب حالا گوش بدید، یک کوچولو دیگه مونده بگم. یه نکته جالب اینجا وجود داره که میخوام بهتون بگم، خوب دقت کنیم. همه به تخته نگاه کنیم بچه، همه به تخته نگاه کنیم. فقط به اینجایی که دارم دورشو، در واقع به اینجا که دارم کارد میذارم دقت کنیم بچه، فقط به اینجا. خوب دقت کنید بچه‌ها، این 24-82 چیه؟ جرم اتمی میانگین. این 400م چیه؟ درصد فراوانی خدمت هاش کنم که این ایزوتوپه. این 31م چیه؟ درصد فراوانی این بچه‌ها. این 5 چیه؟ اختلاف اینه. این 2 چیه؟ اختلاف این دوست بچه‌ها. این 24 چیه؟ سبکه است بچه‌ها. چی میخوام بگم؟ ممکنه میخوام اینو بگم بچه‌ها، تو یک مسئله هر کجا ممکنه مجهول بذارن. ممکن مجهول جرم اتمی میانگین باشه، ممکن مجهول درصد فراوانی باشه، ممکن مجهول درصد فراوانی باشه، ممکن جرم ایزوتوپ سبک باشه، یا هر کدوم از اون بچه‌ها. به عبارت دیگه بچه‌ها، در این مسئله که الان براتون حل کردم، هر کجا ممکن مجهول بذارن. لذا وقتی یک مسئله جرم اتمی میانگین حل میکنید، ببینید مجهولتون کجاست، چی رو مجهول گذاشتن، جرم مجهول، اون مجهول کجاست. بعد تو ذهنتون تو رابطه پیداش میگین ایکس تون کجاست و به راحتی حلش میکنید. این رابطه بچا برای هر تعداد بچا خاصین قابل حله. خب این یه نکته. نکته دیگه که بسیار جالب هست بچا، دیگه گوش بدید، لطفا نگاه کنید. وقتی بچا، وقتی از 24 شروع کردیم، نگاه کنید، وقتی از 24 شروع کردیم، وقتی از 24 شروع کردیم، از درصد فراوانی خودش استفاده نکردیم. نگاه کنید 65 هم اینجا نیست. وقتی از 29 شروع کردیم، از درصد فراوانی خودش، یعنی 400 هم استفاده نکردیم. وقتی از 26 شروع کردیم، بچه‌ها، از درصد فراوانی خودش، یعنی 300 هم استفاده نکردیم. لذا اینجور یاد بگیم، بگین وقتی میخوان جرم اتمی میانگین حساب بکنین، از هر کدوم شروع بکنین، از درصد فراوانی خودش استفاده نمیکنین، فقط درصد فراوانی اون دو تای دیگه رو میخوایم. ممکن بگین به چه درد میخوره؟ تو مثال بعدی میخوام بهتون میگم. با دقت گوش بدید بچه‌ها. این سوال بچه‌ها الان توی بعدم براتون میذارن تو پی دی اف کلاس بچه‌ها، و لطفا اگه میخوان اسکرین شات بگیرین، من میخوام رد بشم از این قسمت، از این سوال بچه‌ها. لطفا اگه میخوان اسکرین شات بگیرین، من رد بشم. گرفتین؟ نوشتین؟ خب عالی. خب دقت کنین، سوال 27. سوال 27 بچه‌ها دقت کنین. سوال 27 گفته عنصری دارای ایزوتوپای 69 64 و 66 است، اگر درصد فراوانیش به ترتیب اینا باشه، جرم اتمی میانگین حساب بکن. اولین توصیه‌ام بچه اینه که شلوتن حتما اونها رو به ترتیب جرم بنویسید. الان تو این سال اینا قاطی باتی داده، 69 64 66 درصد فراوانیش هم داده. شما اینا رو به ترتیب بنویسین، بنویسین 64، بنویسین 64، اینا رو به ترتیب بچه بنویسین، بعد 66، بعدم 69. خب 14 مال چقدر بود؟ مال 69 بود. پس اینجا می‌نویسم 14%. خب 23 مال 64 بود، پس اینجا می‌نویسم 23%. 63 مال 64 بود بچه‌ها، پس اینجا 63 مال 60
اشتباه کردم. ببین بچه‌ها من واقعا اشتباه کردم و این خیلی خیلی خطرناک، برای همین نباید اشتباه کنیم. خب 64 بچه ها میشه دومیه بچه ها. 64 دومیه میشه 23%. درست میشتم دیگه، درست میشه، حواستم پرت شد. این میشه 23%. 66 63%. خب پس من دستگاه پروانش رو نوشتم دیرش، حالا دیگه جرم اتومی میانگینش به دست میاریم. جرم اتومی میانگین برابر میشه با از سبکه شروع میکنیم 64 به اضافه اختلافشون دو تا 63 صدم به اضافه اختلاف این با این بچه ها. پس یه 2 اینجا داریم، یه 5 هم اینجا داریم، به اضافه 5 تا 14 صدم. خب جوابش 5 تا 14 صدم بچه ها میشه چقدر؟ این میشه 5 چهار میشه 17 هم. خب بچه دو تا اینجا میشه 64 سم میشه 1.26. درست بچه ها؟ 1.26 7 هم بهش اضافه کنیم، این میشه 6، این میشه 9 هم میشه 1، میشه 65.96. 65.96 AMU. آفرین، مرسی، کاملا درست. پس شما به راحتی بچه ها اینو میتونید چیکار کنید؟ حساب بکنید و به دست بیارید. خب سال 27 بچه ها اگه اشکال ندهیم بچه ها بریم سراغ بعدی، سال بعدی که میخوام براتون حلش کنم. سال بعدی بریم. خب بچه سال بعدی خیلی سال جالبه، گوش بدین. گفته عنصر X داره 3 تا ایزوتوپ هست بچه ها، 39، 36 و 34. خب 3 تا ایزوتوپ داره بچه ها، 34 X 34 36 39. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ سبک 62%، بچه ایزوتوپ سبک 62%، پس این 62%. و جرم اتمی میانگین هم داده بچه، جرم اتمی میانگین هم داده چقدر؟ داده 35.18 AMU. خب بعد گفته درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین چقدره؟ دقت کنید بچه، درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین رو میخواد. الان اینجا ظاهرا چند تا مجهول داریم، دو تا مجهول، و با باید اینو حلش کنیم. دقت کنید بچه‌ها، الان گفته درصد فراوانی سنگینه چقدر؟ خب اینم داده 62%، جرم اتمی میانگین هم داده. دقت کنید، خب اگر من بچه‌ها این 62% باشه درصد فراوانی سبک، این دوتا با هم دیگه چقدر خواهد بود بچه‌ها؟ میشه 38%. قبول بچه‌ها؟ یعنی اگه سبک 62% باشه بچه‌ها، اون دوتا سنگینا با هم چقدر خواهد بود؟ بگید لطفاً. میشه 38%. خب حالا دقت کنید، اگه من اینو بگیرم بچه ها X بچه ها درصد فراوانی بچه ها، متاسفانه من اسم عنصرم X گرفتم، اینجا هم X بگیرم. خب اینجا A میگیرم بچه ها، موافقه بچه ها اینو A بگیرم. اگه من اینو A بگیرم درصد فراوانیش A باشه، این چقدر میشه بچه ها؟ میشه 38 منهای A. فهمیده چطور شد بچه ها؟ اگه درصد فراوانی یکی رو مثلا A بگیرم، میفهمید که 35 منهای A دیگه، درسته؟ خب حالا لطفا نگاه کنید، جرم اتمی میانگین رو داریم، جرما رو هم داریم، درصد فراوانی رو داریم، یه آ مجهوله. به نظر شما اگه آ رو به دست بیاریم چی به دست آوردیم بچه‌ها؟ لطفا میگین اگه آ رو به دست بیاریم چه چیزی به دست آوردیم؟ درصد فراوانی به دست آوردیم دیگه، جواب سوال به دست آوردیم. همه فهمیدین بچه‌ها ما الان چیکار کردیم؟ ما الان اگه آ رو به دست بیاریم هیچ مشکلی نداریم. حالا سوال من اینجا، سوال خیلی خیلی مهم، یه سوال حیاتیه. به نظر شما میخوایم شروع کنیم بچه‌ها از کدومی که شروع کنیم؟ از 34 شروع کنیم، از 36 شروع کنیم، یا از 39؟ یا فرق نمی کنه؟ خوب دقت کنید بچه ها، اگر من باشم بخوام با این مسئله رو حل کنم، از 36 شروع می کنم، از 36 شروع می کنم بچه ها. نکته که چند دقیقه پیش گفتم، اگر از 36 شروع کنم، از درصد فراوانی خودش استفاده نمی کنم. درصد فراوانی خودش رو 38 منهای آ گرفتم، از 38 منهای آ استفاده نمی کنم، و برای این بچه ها دیگه از شر اون راحتم و یه آی دیگه دارم به دستش میارم. بچه‌ها تو گفتن از 34 شروع کنیم، بچه‌ای که از 34 شروع کنیم هم در درصد فراوانی استفاده کنیم، هم در درصد فراوانی این بچه‌ها. پس n رو یک بار در ضرب در این باید می‌کنیم، n رو یک بار ضرب در این، یک عبارت ریاضی داریم که توی اون در دو مکانش آ دارین و به دست آوردن آ سخت داره. بچه‌ها فهمیدین چی شد؟ گرفتین؟ معصومه برو خودت حلش کن، از 34 شروع کن برو حلش کن. اینو من اصلا بد نمیگم، باید از 34 خودت بری خودت ببینید چی منظورش چیه. خب نگاه کن بچه‌ها، پس من میام از چی شروع کنم بچه‌ها؟ از 36 شروع کنم، از 36 شروع کنم، میگم بچه‌ها 35 ممیز 18 مساوی با، از 36 شروع کنم 36. خب بچه‌ها اگه از 36 شروع کنم، باید این 39 اضافه کنم درصد فراوانیشو، پس میشه به اضافه 3 تا آ.
بذار به 3 تا منهای باید 62 صدم کم کنم، اختلافشون چقدره؟ 2 تا چقدر بچه‌ها؟ 2 تا 62 صدم. خب از اینجا آ به دست میاد بچه‌ها، آ درصد فراوانی سنگین است بچه‌ها، شما اینو به دست بیارید، لطفاً به دست بیارید به من بگید. خب برو حلش کن معصومه، لطفاً با 34 حلش کن، خودش متوجه میشه. اینو که من نوشتم نگاه کن، برو با 34 حلش کن. خیلی جالب، اصلا اینقدر جالبه وقتی حلش میکنی متوجه میشه. بچه آ رو به دست بیار به من بگید. چارده درصد. خب بچه نگاه کنی، آ میشه 14 صدم. نتیجه درصد فراوانی سنگین میشه 14 درصد. پس بچه این 14 درصد، اینم که به دست میاد بچه، یعنی بچه درصد فراوانی این میشه 14 درصد و این میشه چقدر بچه ها؟ میشه 24 درصد. خب پس ما درصد فراوانیش به دست میاد. اوکی؟ بچه ها دقت کنین، باز تاکید میکنم بچه ها، هیچ فرق نمی کنه، شما از 34 هم میتونید شروع کنید، ولی دو دفعه آر رو استفاده میکردیم، از 36 که استفاده کردیم درصد فراوانی خودش دیگه استفاده نمیشه. معصومه کاری گفتم انجام میدی، بعد برای من ارسال میکنی جواب شو. باشه؟ خب بچه ها چند تا تست براتون آماده کردم، که تا آخر وقت تا هر کجا رسیدیم براتون میرم و حلشو میکنم. از میان عبارات های زیر بچه ها اول یه اوکی بپرسم. خب خدمت هاش کنم که همه فهمیدین چه کار کردیم بچه ها؟ کسی از اشکال داشته باشه؟ سری بچه ها، سری عالی، بسیار عالی، بریم. خب گفته از میان عبارات های زیر کدام عبارات ها درست است بچه ها؟ اگر عنصر بر دارای تو ایزوتوپ 10 و 5 باشد و جرم اتم میانگینش بچه‌ها 10 مایز 8 تومان باشد، می توان نتیجه گرفت که ایزوتوپ سنگین‌تر پایدارتر است. بچه نگاه کنید، هر ایزوتوپی پایدارتر باشه درصد فراوانیش معمولا بیشتره. هر ایزوتوپی بچه‌ها پایدارتر باشه درصد فراوانیش بیشتره. وقتی بچه‌ها 10 مایز 8، یعنی بچه‌ها الان به 11 نزدیکتر یا به 10 به 11 نزدیکتره؟ الان به 11 نزدیکتره. وقتی به 11 نزدیکتره پس باید بچه‌ها ایزوتوپ سنگین‌تر پایدارتره. پس این جمله درسته بچه ها، چون ایزوتوپ سنگین تر اونی که پایدار تر بوده بچه ها. پس الف درسته. اگه به گزینه ها نگاه کنیم فقط الف رو اینجا داریم، یعنی میشه گزینه 1 بچه ها. حالا جیم هم کنترل کنیم. گفته عنصر ایکس داره دو تا ایزوتوپ آ، ایکس آ و ایکس آی به اضافه 2، یعنی یکی آی به اضافه 2. در صورتی که 50% اتم های ایکس سبک تر بچه ها، اگه درصد فراوانی این بچه ها 50% باشه، اینم 50% باشه، پس بچه ها هر کدوم نصف نصف هم بچه ها. خب پس میانگینش چی میشه بچه ها؟ میانگین آ و آی به اضافه 2 میشه آی به اضافه 1، یعنی اینم چی هست بچه ها؟ درسته. خب اون دو تا دیگه غلط هم بچه ها، نگاه کنید. اگر کلور دارای دو تا ایزوتوپ 35 و 37 باشه و درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر 75 باشه، یعنی سبکتره بشه 75% و این 25%. خب جرم اتم میانگین کلور میشه 36.5، این غلطه. جرم اتم کلور 36.5 نمیشه، جرم اتم کلور میشه 35.5، چون باید به 35 نزدیکتر باشه که اون غلطه. مورد دال هم که غلطه که خودتون حسابش کنید. خب سوال 17 بچه‌ها، گفته که منیزوم 3 تا ایزوتوپ داره، 24 25 26، درصد فراوانیش هم داده، گفته جرم اتم میانگینش حساب کنید. دیگه خیلی ساده است بچه‌ها، من سریع فقط براتون میگم جرم اتم میانگینش برابر میشه با از سبکش رو میکنم 24 به اضافه، اختلافشون چقدر؟ 1 دونه. درصد فراوانی سنگین 10^13 صدم به اضافه، اختلافشون چقدر؟ 2 تا 11^17 صد. این میشه جرم اتم میانگین که جوابش رو لطفاً دیگه خودتون به دست بیارید. خب سوال 39، عنصر ب دارای دو تا ایزوتوپ به جرم های 38 و 40 به ترتیب با درصد فراوانی. سری بچه‌ها بگین ب و ب. بچه‌ها 38 و 40 بنویسین، 38 40 فراوانیش بچه‌ها به ترتیب 80 - 38 و اینم که چقدر؟ 20. اینم درصد فراوانیش. خب بعد گفته اگر که نیم مول، آها این سوال خیلی جالبیه، اگر جرم نیم مول از آ از ماده آب دو برابر با 62 گرم باشه بچه‌ها، ببینید نیم مولش، لطفاً توجه کنید، نیم مول آب دو بچه‌ها چقدر بوده؟ 62 گرمه. لطفاً این دقت کنید، این خیلی سوال جالبیه. نیم مول آب دو 62 گرمه. ش
62 گرم. بچه‌ها نیم مول آبدو 62 گرمه. پس من میتونم بگم یک مول آبدو میشه 124 گرم. پس بچه‌ها جرم مولی آبدو میشه 124 گرم بر مول. بچه جرم مولی مال یک مول چی هست بچه؟ مال یک موله. پس وقتی نیم مولش شده 62 گرم، یک مولش میشه 104 گرم. پس جرم مولی آبدو میشه 124 گرم. خب حالا نکته جالب اینجاست بچه، گفته که چی خواسته؟ جرم مولی آ رو خواسته. الان جرم مولی آ مجهول مونه. خب شما جرم مولی آ رو لازم دارین، جرم مولی کل مادر داریم، جرم مولی ب رو لازم داریم. خب پس باید بیام جرم اتوم میانگین بگیریم. یادتون باشه بچه جرم اتوم میانگینمون چند میشه؟ میشه 38 به اضافه 2 تا 2 دهم که میشه چقدر؟ 38 به من یه 14. پس نگاه کنین جرم مولی ب، جرم مولی ب چقدر میشه؟ میشه 38 به من یه 14 گرم بر مول. خب بچه ها الان جرم مولی ب رو داریم، جرم کلن داریم، آب دست میاد. چطوری؟ خیلی ساده، لطفا نگاه کنین این چند بودش؟ 38 تا 4 یا تو باشه بچه ها. آها این خودی از سیستم کوچک شدن استفاده کنیم تا قشنگ تر همینجا براتون حل بشه. خراب کردم. بچه این ریورسش رو نداره بچه، این ریورس نداره متاسفانه. از اونجا ریورسش رو میتونی اجرا کنی؟ چی بیا؟ بدش کن اگه نمیشه. داریم لیستش رو؟ نه ریورس برگ این کلشه؟ نه اینو بدش کن، بدش کن آتی آتی بدش کن بدش نمیخواد. خب بچه متاسفانه این قسمت خراب شد، این برق من نکرد، براتون دوباره حلش بکنم. پاکش کردم. لطفا گوش بدیم بچه. آب دو جرم مولیش بچه اونو دیگه این قسمت چون براتون یه بار دیگه سریع می نیستم برای که شما جوابش اینو داشته باشید. خب نیم مول آب دو 62 گرم، پس یک مولش آب دو 124 گرم، پس جرم مولی آب دو میشه 124 گرم بر مول. خب حالا ما اینو داریم، ما جرم میانگی، جرم مولی میانگین آ رو میخواد، درسته؟ ما باید ب رو به دست بیاریم. ب چی داریم؟ ب دو تا ایزوتوپ داره، یکیش بچه ها هست 38، یکیش هست 40، یکیش هست چند بچه ها؟ چهل. خب درصد فراوانی 38 چقدره؟ 80 درصده و این چقدره؟ 20 درصده. خب پس من میتونم میام چکار کنم؟ میام بچه ها جرم اتوم میانگینه ب رو به دست میارم، برابر میشه با چند؟ 38 به اضافه 2 تا 2 دهم که میشه 38 ممیز 4 دهم AMU. خب پس دقت کنین جرم مولی ب چقدر خواهد بود؟ میشه 38 ممیز 4 دهم گرم بر مول. خب پس بچه من جرم مولی ب رو دارم. خب الان در کل اینجا بچه جواب آخرش اینطوری خواهد بود، صد ما آب دو میگیم 124 مساوی با جرم مولی کلش. خب یه آ داریم و دو تا ب. خب آمون چقدر؟ مجهوله. آ به اضافه دو تا چقدر بچه ها؟ 38 و 14. از اینجا آ رو به دست بیم بچه، لطفا آ رو به دست بیم من بگیم. آ جواب تست بچه ها، آ میشه 124 منهای 124 منهای دو تا 38 و 400 چقدر میشه بچه؟ 47 و 2 دهم میشه 47 و 2 دهم میشه 47 و 2 دهم. بریم چه گزینه 3. خب
اوکی بچه، پس این سوال بچه نیا کنید، وقتی به شما میگن جرم مولی، بچه حواستون باشه که این جرم مولی منظور چی هست. خب متاسفانه بچه شد، خب متاسفانه دیگه وقتمون تموم شد، این قسمت آخر. حالا یکی دو تا دیگه تست هست که اینا تست کار کنید بچه، تست ها مهم نیست، مهم روشی که بهتون کامل گفتم بچه، لطفا این قسمت رو کامل کار کنید. یکی دو تا تست بچه ها موندش که من اینو میذارم توی گروه و خودتون حلش کنید، بعد اگه خواستین من اونجا دراتون توضیح میدم. من پی دی اف کامل میذارم توی گروهتون که استفاده کنید. خب بچه خسته نباشین، ان شاءالله که موفق باشین، از کلاس امروز لذت برده باشین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم بچه و براتون آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم. موفق باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم بچه ها، متشکرم، مرسی، ممنونم، ان شاءالله که خوب استفاده کردید. خدا بس بچه، خدا بس.